بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. عرض سلام و ادب و احترام و تعزیت دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، در هر کجایی که تشریف دارید و از هر طریقی که ما رو میبینید. و امیدوارم ولی نعمتمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و شیعیان و منتظرانشون پذیرش کننده تعزیت های ما به مناسبت ایام ضربت خوردن جد بزرگوارشون آقا علی ابن ابی طالب علیهم السلام باشند و باشید. خدا رو شاکرم که امروز هم این توفیق رو دارم در خدمت شما باشم با برنامه زنده سلام کربلا از استدیو برج مجموعه رسانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا، خیابان قبله حرم مطهر آقا امام حسین علیه السلام و در همجواری با حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل عباس علیهم السلام انشاءالله در خدمتتون هم استیم، همچنان روزهای گذشته با مباحث دروس خوشوقتی و قوانین زندگی برای سعادتمندی با صحبتهای جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری از واشنگتن امریکا با هم ببینیم و بشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کردن و تحیت گفتن یکی از شعارهای اسلام، در واقع پرچم سفیدی است که اسلام در مقابل همه برمی‌داره و این خیلی مهمه. ما باید یاد بگیریم که سلام بکنیم و اگر کسی هم به ما سلام کرد جواب بدیم و جواب رو با صدای بلند بدیم تا او بشنوه. خود این سلام اگر من آیش رو بخونم کم کم بیشتر می‌فهمیمش. آیه شریفه داره و اذا حییتم، یعنی اگر کسی به شما تحیت گفت. تحیت یعنی سلام، یعنی همین دست بالا کردنی که دست بالا میکنن گاهی. و اذا حییتم به تحیت فحیو به احسن منها، اگر کسی به شما گفت سلام شما بگید و علیکم السلام، یعنی این و علیکم السلام جواب فقط سلامه، اما بهترش اینه که و رحمت الله و بهترش اینه که و برکاته. او ردوها، یعنی همون جوری که اون سلام کرد شما هم بگید سلام، اونم میشه. ان الله کان علی کل شیء حسیبا، خداوند محتسبه،
محتسب در بازاره. محتسب میدانه انگامی که شما سلام کردی به یک کسی، طمع داشتی سلام کردی یا برای رضای خدا سلام کردی. سلام کردی چون مسلمانی و اونم مسلمانه، سلام کردی چون فامیله، سلام کردی چون دوست داره. حالا اگر یک کسی دوست نداشت، با شما بد اخلاقی و بد رفتاری هم میکرد، بازم بهش سلام میکردی؟ اسلام میفرماد که سلام بکنید، به هر کسی که میرسید سلام بکنید. اولا اینجا لفظ حییتم فحیو لفظ جمعه، یعنی این که همه باید سلام بکنن و همه واجبه که جواب بدن. اما اگر یک نفر از این میان این جمع جواب داد، از بقیه ساقط میشه دیگه، وجوبش از بقیه ساقط میشه. سلام دهنده 10% 10 تا ثواب میبره، 10 تا حسنه به حسابش مینویسن، و پاسخ گوینده 100 تا، در بعضی روایات قابل شمارش نیست ثواب هایی که به اون جواب گوینده میدن. این سلام خودش یعنی چی؟ این سلام خبر دادن است به طرف مقابل که من سلامتی تو را میخواهم، برام مهمه سلامتی تو، برام مهمه که تو در امن باشی و تو مطمئن باش که از دست من هیچ گونه اذیت و آزاری به تو نمیرسه، یعنی اذیت و آزار حقیقی و مجازی. مجازی غیبت و تهمت و این هاست، حقیقی هم اینه که هیچ وقت من بهت حمله نمی کنم، از من گزندی بهت نمی رسه، خطری برای تو نداره. جواب سلام چیه؟ جواب سلام دعاست، یعنی سلام بر تو چون جوابه، و رحمت خدا، یعنی دعا می کنم خداوند رحمتش را نصیب شما بکنه و برکاتش را. میدونید که هر روزی هر لحظه ای برکاتی از طرف خداوند هست، بستگی داره که من چگونه جواب سلام را میدم یا در چه زمانی هست و در چه مکانی و در چه شرایطی. همه اینها در مسئله سلام و پاسخ سلام مدخلیت داره، یعنی اینکه گاهی وقتا واقعا 100 حسنه و 100 تا ثواب بهش میدن، گاهی خیلی بیشتر بهش میدن. حالا اگر من که سلام میکنم 10 تا به من میدن، اما اگر من برای این که خدا دوست داره سلام کردن را من سلام بکنم، این 2 تا میشه. برای این که پیامبر اکرم و امام معصوم فرموده من سلام میکنم، این 3 تا میشه. برای این که با این رفیق بشه و محبت متبادل پیدا بکنه، این 4 تا میشه. برای این که این قهره و من برم به سمتش آشتی بکنم، 5 تا میشه. و همین جور شما هی نیت ها رو اضافه بکن و همون اندازه هم ثواب ها برای شما اضافه میشه. و این مهمترین نشانه اسلام، مسلمان بودن ماست. روایت داره از پیغمبر اکرم، یک کسی اومد گفت یا رسول الله کدوم اسلام بهتره؟ یعنی این که من چه جور مسلمانی باشم؟ ایل اسلام خیر، ترجمه تحت لفظیش همونه، اما ترجمه معناش این است که یا رسول الله چه جور مسلمانی خوبه من باشم؟ حضرت فرمودن تطعم الطعام، خطاب به خودشه، یعنی دیگران را دعوت به مهمانی بکنی یا غذا به دیگران بدی، و تقرأ السلام، و سلام عرضه بداری، بخوانی، بگویی، علی من عرفت و من لم تعرف، فرقی نمی کنه میشناسیش یا نمیشناسیش. گاهی وقتا به نیت صله رحم میشه، گاهی وقتا من رد میشم، هر کی تو راهم هست سلام میکنم. این صحیحه، به همه سلام میکنم. دیده شده که در بعضی حتی متاسفانه مدارس علمی، ما آخوندا همطور میریم و میریم خارج و میایم داخل، به همدیگه سلام نمی کنیم مگر اونی که بشناسیمش. اسلام از ما خواسته برای همه اطمینان آور باشی. المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، مسلمان حقیقی اون مسلمانیه که مسلمانهای دیگر از دست و زبان او در امان باشن. یه روایت دیگه هم داره، من سلم الناس، یعنی ربط به مسلمون بودن نداره،
مسلمان اون کسی است که دیگر مردم از دست و زبان او در امان باشن. این خیلی مهمه که من سعی بکنم برای همه آشتی بخوام. بله، اونی که تجاوز کرده، اونی که به جنگ آمده، اونی که خلاصه دیدگاه یا گام منفی درباره من داره، حکمش فرق میکنه. به این معنا که باید ببینم منی که مسلمانم و به قول ما اسفنجی مزاجم، یعنی خیلی نرم خو هستم، من چگونه باید این مشکل را حل بکنم؟ یک کسی با من بدی کرده، آیا بهش بدی بکنم؟ پیامبر اکرم که قرآن به ما فرموده او را الگو قرار بدید، پیامبر اکرم به هیچ کس بدی نکرد. ما هر وقت این مطلب رو، این جواب رو میدیم، عزیزان به ما میگن او پیغمبر بود یا اون زمان با این زمان فرق میکرد. الان در دیدگاه کشوری، نمیخوام بحث سیاسی بکنم، اما دیدگاه کشوری، یک کشور مسلمان باید با کشورهای مسلمان دیگه رفاقت داشته باشه و اطمینان بده؟ بله واجبه. یک کشور مسلمان باید به کشورهای غیر مسلمان اطمینان بده که از من گزندی به شما نمیرسه؟ بله واجبه. این واجبه که میگم واجبه شرعیه. وظیفه یک کشور اسلامی این است که در مقابل کشورهای دیگر، مسلمان باشد در درجه اول، غیر مسلمان باشد در درجه دوم، ما باید برای دیگران هم امنیت داشته باشیم. نامه‌هایی که پیامبر اکرم برای پادشاهان اون زمان فرستاد همین بود. اینی که اسلم تسلم در بعضی از کتاب‌ها آمده، یعنی این که من برای تو آرزوی سلامت مطلق دارم، امیدوارم تو هم برای من امنیت داشته باشی. اسلم یعنی امنیت تو را میخوام، بدان که من برای تو امنیت مطلق دارم. حالا اگر ما بیایم مشتمون رو بخوایم حواله کشورهای همسایه بکنیم، اگه بیایم در جنگ بشیم با کشورهای همسایه، این بهتره یا این که با رفاقت، با حالت مسالمت آمیزی بیایم با همه رفاقت بکنیم، با همه گفتگوی خوب داشته باشیم، اولا منافع مشترک رو در نظر بگیریم، بعد تبادل قرار چیزهای امنیتی با هم دیگه بکنیم. امنیتی هم به این معنا نیست که من بهش بگم مخالفین تو رو من به تو تحویل میدم، تو هم مخالفین من رو به من تحویل بده. نه، باید یه مقداری بالاتر بریم، بزرگتر بشیم. اونی که ضد من کار میکنه، براندازی داره، تو بهش پناه نده. این بهتره تا اینکه بیامش بگم که اگر کسی براندازی منو میخواد تو بیا تحویل من بده. نه، بهش میگم تو بهش پناه نده، من با تو رفیقم، منافع مشترک با هم دیگه داریم. پس بنابراین این سلام کردن، سلام کردن فردی، اجتماعی، سیاسی، در همه مراحل زندگی این سلام کردن اثر داره و واقعیت داره. پیامبر اکرم در یک روایت دیگری بفرماد لا تدخلون الجنت حتی تؤمنو. بهشت جای مؤمنه، شما داخل بهشت نمیشوید مگر اینکه ایمان بیارید. ولا تؤمنو حتی تحابو، و هیچ وقت مؤمن به حساب نمیایید حتی تحابو، یعنی تا زمانی که با همدیگه مهربان باشید، به همدیگه مهربانی بکنید. بعد میفرمایید میخواید یادتون بدم، الا ادلکم على شیء، به چیزی یادتون بدم، اذا فعلتموه تحاببتم، به چیزی یاد شما بدم که اگر انجامش بدید خیلی محبت بین شما زیاد میشه. گفتن بله یا رسول الله. فرمود افشوا السلام بینکم، بین خودتون این سلام کردن حقیقی را، نه فقط مجازی، لغلغ زبان نباشه، یعنی من به شما از این طرف بگم سلام، از اون طرف مخالفین شما را دون بپاشم، جذبشون بکنم و بعد به وسیله مخالفین به جنگ شما بیام. نه، این در کار فردی و در کار اجتماعی و در کار سیاسی مطرحه. باید ما محبت را با دیگران تقسیم بکنیم، محبت را به همه جا ارزانی بداریم و به همه بگیم حقیقتا دوستتون داریم. دوست داشتن از منافع مشترک مالی
تا منافع مشترک امنیتی، تا منافع مشترک در همه مجالها، توریستیش، زیارتیش و همه مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی مطرحه. باشد که ما شروع بکنیم از خانواده خودمون و کم کم سرایت پیدا بکنه به دیگر خانواده ها و جامعه، تا شاید حکومت هامون از ما یاد بگیرن انشاءالله. کمال تشکر رو داریم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد تقی زاکری. همیشه عرض کردم به خودشون کمتر گفتم چون کمتر ایشون رو دیدم، ولی حقیقتاً بیان اینقدر شیوا و زیباست که فرد رو سر شوق میاره و مصمم میکنه که کاری رو که این عزیز به دستور خدا و پیامبر اکرم صلوات الله علیه می فرماین حتما انجام بده. شما رو که قطعا اینطور نیستید، ولی خودم می دونم برای خودم مرتب در دستورات متاسفانه قاصر هستم، این هم به خاطر نسیان و فراموشیه، ولی امیدوارم همینطوری که در آیه های قرآن میخونیم، در دعاهایی که میخونیم و مرتب عرض میکنیم سلام علی آل یاسین، انشاءالله روزی هممون باشه. و خدمت ولی نعمتمون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به صورت فیزیکی عرض سلام داشته باشیم. چه حالی داره اون موقعی که بشنویم ولی نعمتمون بفرماید و علیکم السلام، علیکم السلامی که ارباب ما بگه تا علیکم السلامی که ما بگیم، میدونید میلیاردها میلیارد فاصله است. انشاءالله شامل علیکم السلام این آقای بزرگوار و مهربان باشیم، اللهم آمین. از این که بگذریم در این روزها تکرار کردن مرتب اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام، حقیقتا همون معنای ولایت مداری و شیعه بودن آقا به آقا امیر المؤمنین و اولاد معصومشون هست، یعنی اعلام براءت از قاتلین آقا امیر المؤمنین، اعلام تنفر از ترورهایی که در حق ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین و خود پیامبر صلوات الله علیه و آله انجام شده، و اینکه تذکر باشه که در دین مبین اسلام، در دین مبین اسلام، اسلام محمدی، اسلام علوی، اسلام فاطمی، اسلام حسنی و اسلام حسینی و در یک کلمه اسلام ناب و حقیقی، ترور وجود نداره. هیچ کس بدخواه کسی نباید باشه مگر اینکه مقابل بکنه و دفاع بکنه در ازای حمله‌ای که بر او انجام میشه.
اللهم لعن قتلت امير المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام. حالا این قاتل ها کیا میخواهن باشن؟ باشن، بذارید نزدیکترین فرد به پیامبر اکرم، بگذارید نزدیکترین فرد به دین مبین اسلام باشه. به هر حال حجت خدا رو تصمیم بر قتلش گرفته، اون هم نه یک بار، نه دو بار، بلکه چندین بار و اعلام انزجار خودش رو کرده و خدا لعنتشون بکنه. موقعی که شنید آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام ضربت خوردن، مجلس جشن در منزلش به راه انداخت. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خب وقت اون رسیده که بنده به نیابت از شما رو به حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهما السلام قرار بگیرم، دست ادب به سینه بگذارم، با هم دیگه عرض سلام داشته باشیم، عرض حاجت داشته باشیم و عرض تسلیت و تعزیت خدمت ارباب و ولی نعمتمون آقا سید الشهدا آقا باب الحوائج الالله آقا ابوالفضل العباس علیهما السلام عرض تسلیت و تعزیت داشته باشیم. ضربت خوردن مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهما السلام که به واسطه بدترین مردمان و به دستور بدترین مردمان و با همکاری بدترین مردمان ضربت بر فرق مبارک مولا الموحدین یعصوب الدین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و آله و اولاده المعصومین وارد شده. عرض تعزیت و تسلیت داشته باشیم و بعد از اون صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کرب و بلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم،
السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبول باشه برادران، خواهران، عزیزان، بینندگان محترم، زیارتتون. چرا امروز لفظ خواهر و برادر به کار بردم؟ امروز سحرگاه پدر مظلوممون بر سر مبارکشون سر بخوند. خدا به همتون اجر عنایت بکنه، صبر عنایت بکنه و بر این مصیبت انشاءالله با اعمالمون تسلای خاطر فرزند غریب و مظلومش آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشی. دقت بکنیم، به خودم عرض بکنم، دقت باید کرد. یک کلام، یک عمل باعث میشه قلب نازنین آقامون به درد بیاد، مخصوصا این ایام، مخصوصا توی مناسبت‌های غمناکی که بر اجداد بزرگوارش مصیبت وارد شد. آجرک الله یا مولای یا صاحب العصر و الزمان بمصاب جدك الامام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خیلی زود از نزدیک زائر حرم‌های مطهر آقا امیر المؤمنین، آقا امام حسین، آقا ابوالفضل العباس، امامین جوادین و امامین عسکریین در کشور عراق باشید و روزگارتون و حال دلتون همیشه خوب باشه و از شیعیان واقعی و منتظران حقیقی ظهور فرزند بزرگوارشون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هممون باشیم. و اما پل ارتباطی شما با کربلای معلا برای تماس گرفتن و عرض تسلیت خدمت آقا امام حسین، آقا ابوالفضل العباس، آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، شماره تماس 2964-771-6167-100 هستش که شما انشاءالله لطف در حق بنده می کنید. وقتی که تماستون وصل شد از طریق تلفن با ما همراه باشید و این که کوتاه عرض سلام و عرض تعزیت داشته باشید تا انشاءالله دیگران هم بتونن به راحتی صدای خودشون رو به کربلای معلا برسونن. عزیزی درخواست کرده بود، فقط یک مورد این درخواست به ما رسیده که آقا جان شماره اضافه بکنید
تا با خطای بیشتری بتونیم ما تماس بگیریم. در نهایت چون قرار صدای شما به کربلای معلا برسه و پخش بشه، لذا فقط یک صدا رو میتونیم پخش بکنیم و اونم اینه که به همین یک خط بسنده میکنیم. انشاءالله همه تون حاجت روا باشید، هر خیری که برای خودتون و عزیزانتون دوست دارید برای دیگران هم بخواهید. بالاترین خیر سلامتی و ظهور فرج مولامون آقا امام زمان هست که این رو بخواهید از آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس و خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. انشاءالله حاجت روا باشید و هممون آخر عاقبتمون ختم به خیر باشه، یعنی ختم به آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اولین تماس رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم حاجی آقا. خواهر بزرگوارم به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت کنید. از همه وقتم تصیح دست می دارم آقا و شما با تمام همکاران و تنشای جان با آقای امام و بالفضل عباس آقای امام زمان. خدا به شما جزای خیر بده انشاءالله. فرقش گفتی علی، من که فرق ضربت خورده فرج آقای امام زمان خدا میخواییم. اللهم عجل ولیک الفرج. آقای امامان خلاصی قصدان و سلامتی را این مسافران شفای بیماران میخواییم از آقا علی منام یکی از آقای خود قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکی آبا عبدالله. السلام علیکم رسول الله. السلام علیکم امیر المؤمنین فهد سید الوسیل. السلام علیکم قدرت سهر و تسیه دارم یا حبیبی بجان. السلام علیکم جمیع رو من فتح الله برکات. السلام علیکم سید العالی 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 سید العالی. سلام علیکم یا کمر مهای بریاد تصدیح بس میدان بابا. سلام علیکم یا حالی اکبر جان. سلام علیکم یا حالی اصغر جان. سلام علیکم یا بی بی رو خیلی. سلام علیکم افتاده رو تشکیل داری لشکر برایم خنام برک هر کسی گفتی یعنی فرج آقای مام زمان خدا میخواییم از دنیایی نمیخواییم از رضای توست خدای آفتاییم شازی برای رایت شکر میکنیم حاجی آقا حاجت روا باشید خواهرم. اللهم عجل لولی کالفرج. انشاءالله تمام دعاهایی کردید و نیتهایی که دارید همش به هدف اجابت برسه با دعای خیر آقا امام زمان در حق همگی. ممنونیم از تماستون. یا علی مدد و خدا نگهدارتون. تهدمت والله أركان الهدى صلوات الله عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. تماس بعد. سلام عليكم ورحمة الله. سلام عليكم آقای من خلف زاده. سلام به شما، سلام به امکاران شما، شالا زیارت شما و نماز روزه شما قبول باشد. تسلیه دردم شهادت امیر المومنین و همچنین خواهرم سلام ده همه شیعای جهان. تسلیه دست بسم الله الرحمن الرحیم با آقای امام زمان. تسلیه دست السلام علیکه یا آبا صالح المهدی ادرکنی. السلام علیکه یا آبا صالح المهدی ادرکنی. یا آبا عبدالله تایی تو رو قلبی نزدیک زیارت نم. یا آبا عبدالله بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا آبا عبدالله. السلام علیکم ابن رسول الله. السلام علیکم خیرت الله ابن خیرت. السلام علیکم ابن خدیجت الکبرا. السلام علیکم ابن امیر المومنین و سعید الوسعین. السلام علیکم فاطمت زهرا سید نسال امین. تسلیه در زنوی بی جا شهده دمیر المومنین. السلام علیکم یا امام حسن مشتبا یا غریب بقی یا کمی محلوبت. السلام علیکم یا ایمه بقی.
السلام علیک یا ابوالفضل عباس علم دار کربلا، السلام علیک زینبی کبرا بنت امیر المومنین بیبی جان، تسلیت از اون شهادت امیر المومنین پدر بزرگوار، السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و گوشی آقای مخلف زادن همه، تسلیت از اون حرم گفت التماس دعا حتماً خواهره. اللهم عجل ولیک الفرج، قبول باشه زیارت. سلام علیکم آقای مرخلف صادق. و علیکم السلام برادر بزرگوار. تسلیت مگم طالتا و عبادتا شما قبول بشه شما. و همچنین من با اجازه از رای دور با قلب نزدیک خواهش میکنم. با عبدالله حسین علیسی، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم آبا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمه تزهرا سیدت نساء العالمین، السلام علیکم ابن ختیجه الکبرا ام المؤمنین، السلام علیکم ابا عبدالله ارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقي و بقي ليل و نهار ولا جعل الله الاخر العهد مني لزيارتك، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين. آقا جان تسلیت میکنم شهادت پدرت امیر المؤمنین، السلام علیک یا مولا یا ابوالفضل عباس یا قمری بامشین یا فرزند امیر المؤمنین یا باب الحوت، السلام علیک یا امام حسن مجتبا، السلام علیک امام زین العابدین، السلام علیک امام حمد باقر، السلام علیک امام جعفر صادق، السلام علیک یا ام البنین، السلام علیک یا زینب کبرا، السلام علیک یا عزیز حسین رقیه، السلام علیک یا باب الحوائج مصعب بن جعفر، السلام علیک یا جواد الحی، السلام علیک امام هادی، السلام علیک امام عسکری، اللهم السلام علیک یا صاحب الزمان، اللهم عجل لولیك الفرج، قبول باشه زیارتتون. ممنون، تشکر از برنامه خوب. یا علی مدد، خدا نگهدار، آجرک الله یا مولا یا صاحب العصر والزمان. بجرح مولانا الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. سلام عليكم ورحمة الله. سلام خسته نباشین، تشکر از برنامه خوبتون. خواهش میکنم. شهادت آقا امیر المؤمنین به شما به همه مردم جهان تسلیت میگم. خدا به شما جزای خیر بده و همچنین برای شما انشاءالله مایه صبر و عنایات آقا امام زمان باشه. بفرمایید زیارت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم آقا عبدالله و علی الواح التي حلت بفنائك علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی لیل و نهار، یا ابا عبدالله و الواح التي حلت بفنائك علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا. السلام علیک ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک ابن فاطمه الزهرا، السلام علیک ابوالفضل عباس. خیلی ممنون از برنامه‌تون آقای میرخلف زاده. دعا کنید که انشالله ما مربعین انشالله دستمون به ذریعه شیش کوش آقا عبدالله برده. الهی آمین، انشالله خواهرم حاجت سوا باشه. دعا کنید انشالله مریض دارید، دعا کنید انشالله خدا شفا بده. الهی آمین، خدا قبول کنه شب گذشته در کنار همین ذریح مطهر دعاگو بودیم. خدا انشاءالله از همگی قبول میکنه و تمام دعاها را به هدف اجابت برسونه. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آقای میرخلفزاده، طاعات و عباداتتون قبول و عرض تسلیت. و همچنین ممنون، متشکر. بفرمایید زیارت کنید. انشالله که عباداتتون قبول باشه، بهترین پرونده یک سال امام زمان براتون امضا کنه که ما رو به هم وصل میکنید. یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یا ابا عبدالله الحسین، قلب رمضان در شبهای قدر می تبد تا خون علی را در میان رگهای تمام عاشقان تقسیم کند. یا ابا عبدالله الحسین، سوگند به قطر قطره خون علی، پرونده اعمال ما را به بهترین نه
با معنویات اعلی با نظر عنایت امام زمان امضا بفرما. اللهم آمین. امروز دم از حاجت دنیا نمیزنیم، جا داره فقط اینجا بگیم حسین جان از لطف توست ما به هر جا رسیده ایم. آقا خیلی زحمت ما رو کشیده ای. امروز به عزیزی امیرالمومنین ما هم دردتیم، ما هم برای علی ولایت پدر ما هم هست. آقا جان تنها نیستی، تمام شیعان هم دردتن. نام علی روز به روز بلندتر و بالاتر است. علی بر عرش نشسته. آقا جان ما تمام زندگیمونو فدات میکنیم حسین، فدای تو و پدره. تسلیت میگم خدمتتون، تسلیت میگم خدمت آقا امام زمان. اللهم عجل لولی کل فرج. قبول باشه خواهرم، حاجت روا باشید ان شاء الله. همینطور که دعا کردید در حق خودتون و همه عزیزان بهترین ها برای هممون مقدر بشه و ان شاء الله از شیعیان واقعی امیرالمؤمنین و منتظران حقیقی فرزند بزرگوارش آقا امام زمان باشیم. اللهم عجل لولی کل فرج. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا، روزم نماز های شما قبول. و همچنین ممنون متشکر. به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت کنید. شهادت امیر المومنین علیه السلام و تسلیت میگم برای شما و برای تمام بینندگان برنامه سلام کربلا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. راه دور قلب نزدیک زیارت میکنم آقا ابو عبدالله و حسین را و نیابت پدرم مادرم و خواهرم و برادرم و همه خانوادم. السلام علیک یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین. السلام علیک یا فاطمه الزهرا سید النساء العالمین. السلام علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت في ثنائي. عليكم مني سلام الله ابدا ما بقي جزاك الله يوم النحر ولا جعل الله اخر الاهل منين زيارتكم. السلام عليك على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليك يا مولاي يا ابو الفضل عباس امير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. اللهم السلام علیک جمیعا و رحمت الله و برکاته. عرض تحیات دارم شهادت امیر المومنین را برای ابا عبدالله حسین و برای اصحاب حسین و برای مولای من صاحب الزمان. خدایا به حق آقا ابا عبدالله حسین شفای تمام مریضان را خواهانم. الهی آمین. حاجی آقا التماس دعا داریم، حاجت داریم، خواهرم یک حاجت دارد انشاءالله حاجت دوا باشد. آرزوی کرب و ولا داریم. اللهم عجل ولیک. اللهم عجل ولیک الفرج. قبول باشه انشاءالله حاجت رو و باشید. السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. دور شمع پیکرت گردیده ام خاکسترت، دور شمع پیکرت گردیده ام خاکسترت. ای به قربان تو و این رنگ زرد پیکرت، از نفسهای بلندت میل رفتن می چکد. حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت. آجرک الله یا مولای یا صاحب العصر و الزمان. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله. آجی آقا طاعت عباداتتان قبول باشه. و همچنین به کربلا خوش آمدید، بفرمایید زیارت کنید. سلام به همه بیننده های شبکه امام حسین علیه السلام و برای شما محبان امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسیحین، السلام علیک یا فاطمة الزهرا سیدة النساء العالمین، السلام علیک جمیعا و رحمت الله و برکاته. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذريات الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا قمر ماه بني هاشم. السلام عليك يا آغا صاحب السمان. تسلیت میگم آغا جان، تسلیت میگم پدر شما شهادتش است. بله
در حال تلویزیون امام حسین و خصوصا بر شما آجی آقا تسلیت میگن. خدا به شما جزای خیر بده. ممنونیم، متشکر. انشاءالله خیلی زود نصیب و قسمت همه عزیزان بشه زیارت قبر مولا الموحدین آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در نجف، آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس در کربلا، امامین جوادین در کاظمین و امامین عسکریین در سر من رعا باشید انشاءالله، همگی حاجت روا باشید. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم خدمت شبکه جهانی امام حسین و آقای میر خلف‌زاده بزرگوار. اصلا ممنون هستم و طاعت عبادت شما قبول باشه و مورد درگاه حق باشه. از مشهد رضا تماس میگیرم. سلام شما در مشهد رضا هستم و شب شهادت آقا امیرالمومنین را به تمام شیعیان و مسلمانان تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند برای تمامی مریضان عافیت و لباس عافیت و شفا را خواستم. خدا به شما جزای خیر بده انشاءالله. از جانب ما هم خدمت آقا ولی نعمتمون آقا هشتم تسلیت عرض کنید و شهادت امیرالمومنین را به آقا علی ابن مصعب رضا تسلیت عرض می کنم. اگر اجازه بدین سلام محضر آقا ابو عبدالله، خواهش میکنم بفرمایید. شهادت پدر بزرگوار را به ایشان تسلیت عرض کنم. السلام علیک الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ابوالفضل عباس، یا کاشف الکرب عن وجه حسین، اشرف قربانا به حق اخی تل حسین السلام. السلام علیک یا صاحب الزمان، اللهم لولیک الفرج، اللهم لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج. از شما واسه تمامی مریضان و تمام کسانی که روی تخت بیمارستان آرزوی لحظه را دارن در کنار حرم حضرت امیرالمومنین و در کنار حرم آقا ابو عبدالله حسین باشن خواستار هستم. دعا بفرمایید و برای آخر به خیلی تمام جوانان دعا کنید. الهی آمین. ان شاء الله انجام وظیفه میکنم. خدا به همتون جزای خیر بده. قطعا وظیفه خودم میدونم که دعاگو و نایب و زیاره باشم، همچنانی که قبلا هم بودم ان شاء الله. عمر بده خدای تبارک و تعالی، آقا امام زمان لطف بکنه اجازه بده مشرف بشیم مشاهد شریفه، قطعا باز هم این عمل خیر و خدا پسندانه رو انجام خواهم داد، چون میدونم هم مؤثره و تأثیرشم در این به یقین رسیدم که شما وقتی دعا میکنید الحمدلله رب العالمین سالم هستیم و توفیق کار کردن رو داریم، به این میزان فرصت داریم عرض بکنیم اللهم عجل لولیک الفرج، به حق امیر المؤمنین عجل لولیک الفرج. امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم، غم تو موندم آخرش مردم با پیرنه سیاه کفن شدم. یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز جز به گریه کنان. آقا اسممو بنویس بنویس.